اگر دوست داری هوک جهشی رو یاد بگیری تا آخر این پسفهان همراه باش، قرار کامل به توضیح بدم. اولین کاری که باید انجام بدیم نحوه درست قرارگیری پامونه و یادگیری ضربه هوکه. ضربه هوک رو قبلا گفتم، اگر پست رو پیدا نکردی و ندیدیش همینجا تو کامنت ها به من بگو که دوباره برات پستشو تولید کنم. روبروی حریف وایسادیم و برای ضربه هوک جهشی یا هوک پرشیمون باید با دست چپ این هوک رو اجرا کنیم. برای این کار از پامون باید کمک بگیریم. با چرخش به داخل و چرخوندن پای راستمون یا پای پشتیمون، حالا بعضیا چپ دستن بعضیا راست دستن، پای عقب جلوشون فرق داره، پای عقب رو ما در نظر میگیریم. با چرخش به داخل و از بدن و لگن هم چرخش میگیریم، از کتفمون هم چرخش میگیریم. یک، مثل حالت اسلیپ کردن. یک، و برای ضربه دوم میام پامو بلند میکنم، از این قدرت میگیرم و اینو بلند میکنم. یک، دوباره بدون دست میزنیم. یک، یه نکته بگم اینجا، توی هوک زدن کیک بوکسینگ سعی میکنیم پامونو زیاد نچرخونیم و درست هم هست به خاطر زدن پا، ولی توی بوکس میتونید پای جلوتون رو بچرخونید. حالا بخواییم با دست بزنیم این حرکتو، یک میشینم پامو خم میکنم میچرخم و دوم ضربه رو اجرا میکنم. یک، دو. حالا اگر حریف از ما فاصله بیشتر داشت باید یه ذره جهشمون رو بیشتر کنیم، میتونیم یه ذره فاصله دست رو بازتر کنیم و هوک باز رو به اجرا بذاریم. حالا هرچی حریف ما دورتر باشه فاصله جهش ما و پرش ما بیشتره. اول از همه سعی کنید با جهش خیلی معمولی و ساده این ضربه رو اجرا کنید. یک، دو، یا یک یه ذره جهش بلندتر. یک، دو. لایک، کامنت، سیو فراموش نشه. یه کامنت به نظرم بنداز زیر پستمون.